خب آقا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برای بچه گل ورزی یوتیوب. آقا اومدیم با یه ویدیو ریاکشن دیگه، ویدیو ریاکشن به آهنگ پرتاب، چهارمین ترک از مجموعه نبض از فرشاد. ما تا اینجا ترک اول، دوم و سوم این کار به علاوه ترک پنجم این آلبوم به اسم حادثه رو ریاکشن رفتیم که در مورد این ترک من توضیح دادم. ما قبلا هولوش یه سال پیش در واقع ترک حادثه از این مجموعه درخواست شد و مجددا بچا گفتن که کامل این آلبوم رو ریاکشن بریم و واسه این بی‌نظمی هم واقعا معذرت می‌خوام و این ترک هم خیلی درخواست شد. یعنی موقعی که من در واقع گفتم که میخوام این آلبوم ریاکشن برم، دوباره بچه‌ها میگفتن که این ترک رو زودتر بریم و من نمیخواستم دوباره این به قول معروف نامرتب ریاکشن رفتن رو ادامه بدم و به همین دلیل گفتم که در واقع به ترتیب آلبوم ریاکشن بریم و بالاخره موعدش شد و این ترک هم ما قرار ریاکتش رو بریم. قبل از هر چیزی ما در مورد این ترک، در مورد این مجموعه میدونم تو ویدیو قبلی گفتم، کردیت رو یه بار دیگه اطلاعاتو بگیم. مجموعه نبض، کلام اجرا فرشاد، آهنگسازی میکس مسترینگ فرشاد، صدا بردار عارف، جلد و تیزر سواد، موشن گرافیک بابک خلیلی، تهیه شده در استودیوی فرشاد. لینک این کارم توی دیسکریپشن هست که اگه دوست داشتی بری کارو از اونجا گوش بکنی. به هر حال اینجا ویدیو ریاکشن به این کار هستش و ما 100% پاز داریم و در مورد کار حرف میزنیم و همین دیگه، بریم سراغ این کار ببینیم قضیهش چیه. سازی که استفاده شده فکر کنم همون سازدهنیه، حالت مستطیلی است اینجاها چی اینجوری میزننش فکر میکنم توی فکر کنم آلبوم 404 بود. خدایا یه از این همچین اینسترومنتالی فکر کنم فرشاد خیلی استفاده کرده، مثلا آشناس واسم، فکر کنم تو کارهای قبلیش هم شنیدم. هنوزم سر میزنم به کوچه ای که وسطش گم شدم غرورم و کن. نسبت به ترک های 1 و 2 و 3 کار فرق داره، ملوتره. هنوزم سر میزنم به کوچه ای که وسطش گم شدم غرورم و کندم و از تمنا پر شدم. جهانم ایستاده بود بین نطقت، من ایستاده توی گرداد و بحبهش. بارون میخورد سر رو تره یه موهات، عجیب شعله ای داشت جمله یه کتاد دستا. عاشقانه است نه، مثل اینکه یه بار دیگه بذار این تره مو رو که گفت اصلا من لحظه رفتیم تو بحر کارهای عاشقانه. من ایستاده توی گرداد و بحبهش، بارون میخورد سر رو تره یه موهات، عجیب شو تره یه موهات. این چجوری میگه؟ این کیدنس، اون طرز بیان. رو بحبهش، بارون میخورد سر رو تره یه موهات، رو تره یه موهات، عجیب شعله ای داشت جمله یه کتاد دستات. حلقه زده بودن دور زانوهات، میزدم لگت زیر زانوهای قانونام. زور دلم نمیرسید به نفوذ چشمات، چون باطمه زده بودم به دلم نمیرسید به نفوذ چشمات. دیگه ببین چجوریه دیگه، چون مثلا دیگه ببین چجوری مونده، یعنی توی چجوری میگن تو باطلاق مونده. چون مثلا معمولا مثلا من یه لحظه فکر کردم میخواد بگه که مثلا زور دلم نمیرسید به مثلا عقل و اینجور چیزا، چون میدونید دیگه مثلا توی بحث عشق و عاشقی و اینجور چیزا دل با عقل که جدال میکنه معمولا دله که میبره. دیگه ببین نفوذ چشم طرف چجوری بوده که دیگه دلش هم مقابل اون کم آورده. های قانونام، زور دلم نمیرسید به نفوذ چشمات، چون باطمه زده بودم بین پلکات. هر لحظه نفس میکشیدم ات، محکوم به حبس ولی شیفته زندان. انتهای دهلیز خاکستری دلم، یه صدایی بهم میگفت که به طرفت برم. درونم میدویدم توی تونلای تاریک، مگه میشه که به کلمه بگم من خط مقدم روزگار خشنم. یعنی فکر کنم منظورش این چیز گفتنی نیستش دیگه، یعنی باید متوجه بشی. یه بار این سخت شد. صدایی بهم میگفت که به طرفت برم، درونم میدویدم توی تونلای تاریک، مگه میشه که به کلمه بگم من خط مقدم روزگار خشنم. خسته پناه بردم به کلبه دنجت، تموم نقشام پشت در گذاشتم، جا تا ببندم یه نقش کنج ذهنت. ولی مگه زندگی به همین آسونیه؟ شاید خوش خیالی نیازمند نابودیه. هنوزم سر میزنم به اون کوچه، کوچه ای که واسه من همیشه بارونیه. پرتاب شدم از بلندای دوست داشتنت و این دردناک‌ترین نوعشه. یه خاطره خیلی خیلی ناراحت کننده و توی اون کوچه میگه اون کوچه هنوز هم بارونی اگه اشتباه نکنم دیگه. قبل توی اولش هم گفتش که اون لحظه که در واقع بارون سر میمد روی تره موهات بارونیه. پرتاب شدم از بلندای دوست داشتنت و این دردناک‌ترین نوع شکستگی بود. پرتاب شدم از بویدن عطر تنت و این دردناک‌ترین نوع شکستگی.
ایستاده بودم یا تو دور میشدی، همه چی محو گذشته بی رنگه، چون رنگ چشماتو ریختم رو شعرم. بخون رد شو ازش بگذر، کدوم خط آبر، کدوم خیابون، کدوم پیاده رو، رو کدوم خیال خوش، توی کدوم لحظه، زیر کدوم خنده هاته، جایی که رها شدن من کلید خورد. منم مرد جنگجو و حیرون و مست که گس کرده دهنم و طعم شکست، سکوت گوش خراش این چاه سی شکست عشقی که فر شدم شکست عشقی خورده، جایی که رها شدن من کلید خورد. منم مرد جنگجو و حیرون و مست که گس کرده دهنم و طعم شکست، سکوت گوش خراش این چاه سیاه، تنم به قدرت یک نعره نشست. نه چرایی مهمه نه چگونگی، اندوه خود نفس فعل نبودن، شیوه ها نحوه ها که ملاک نیستن، فقدان یعنی محرومیت از صورتت، هنو به خوابم میاد، فقدان یعنی محرومیت از صورتت، نحوه ها که ملاک نیستن، فقدان یعنی محرومیت از صورتت، هنو به خوابم میای، توازن دنیا برقراره، من یادت میرم تو به یادم میای، پنهانم توی جنگلت، خیالت نمیره پی شکارم میاد، و من دست و پنجه نرم میکنم با غروب حضورت، مینویسم سرود عبورت از خاطر. یه بار دیگه این جمله شاله بود. تو به یادم میای، پنهانم توی جنگلت، خیالت نمیره پی شکارم میاد، و من دست و پنجه نرم میکنم با غروب حضورت، مینویسم سرود عبورت از غروب حضورت، جنر میکنم با غروب حضورت، مینویسم سرود عبورت از خاطرم، و هنو لب چاهم، هنو تو کوچم، حالم میدی یا این شروع سقوطه. پرداب شدم از بلندهای دوست داشتنت، و این دردناکترین نوع شکستگی بود. پرداب شدم از بویدن عطر تنت، و این دردناکترین نوع شکستگی بود. صدا سازدهنی کلن حذف شد آخرش، لاله بود، فرق داشت نسبت به بقیه، میلوتر بود، دارک. خب آقای نم، ویدیو ریاکشن به آهنگ پرتاب، چهارمین ترک از مجموعه نبض از فرشاد، حتما نظرتون تو کامنت ها واسم بنویسید. دمتون گرم تا اینجای ویدیو با ما بود، ان شاءالله که از ویدیو هم خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو ریاکشنی قسمت دیگه، فعلا خداحافظ.